همونطور که میدونید افراد بسیار زیادی هم از دانشجویان در خارج از کشور تحصیل و زندگی میکنن و به صورت کلی ارتباط ها با خارج از کشور بسیار زیاده. گاهی همین ارتباط ها دردسر ساز میشه، چرا که در کشور ایران عده‌ای هستند که فراتر از قانون عمل میکنن و به بهانه حفظ امنیت اعمالی را انجام میدن که حتی بر اساس مقررات داخلی نیست و میتونن هر نوع اتهامی رو به دیگری منتسب کنند و بر اثر شکنجه اقرار بگیرند. در سالهای گذشته عده بسیاری اهم از دانشجو، خبرنگار و یا افراد عادی به اتهامهای جاسوسی بازداشت شدند و مورد محاکمه قرار گرفته و حتی به مجازاتهای بسیار سنگینی محکوم شدند. امکان داره که هر یک از شما و یا دوستانتون یکی از قربانیان این افراد بشید. دونستن برخی از موضوعها و مسائل حقوقی باعث میشه که شما بتونید حتی در چنین مواقعی از خودتون به خوبی دفاع بکنید. امید کوکبی دانشجوی نخبه فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزره. ایشون در سال 1382 با رتبه 29 کنکور سراسری وارد دانشگاه میشه و همزمان موفق میشه که در دو رشته فیزیک و مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کنه. امید فوق لیسانس خودشو در آلمان و دکترای خودشو در اسپانیا و سپس در آمریکا به اتمام میرسونه. ایشون در سمینارها و همایش‌های علمی داخلی و بین‌المللی زیادی دعوت شده بودند و از وی به عنوان یک دانشمند ایرانی نام برده میشه. اما این دانشمند ایرانی 4 ساله که در زندان به سر میبره. در سال 1389 امید به اتهام جاسوسی دستگیر میشه. اتهام امید این بود که در آمریکا و اسپانیا با مأمورین اطلاعات کشورهای مذکور که به نحوی با او در ارتباط بودند اطلاعاتی داده و امکانات جزئی به عنوان حمایت مالی در اخذ ویزا و تأمین تسهیلات دانشجویی در اختیار او گذاشتند و مأموران اطلاعاتی کشورهای فوق در صدد دستیابی به اطلاعات علمی محرمانه، فوق محرمانه و سری هسته‌ای و لیزری ایران بودند. امید در بازجویی خودش گفته که بنده هیچ همکاری یا ارتباطی با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نداشتم و مطالبی که بیان شده در پرونده در شرایط رعب و وحشت و ترس گفته شده و هیچ کدوم از اتهام‌ها رو قبول ندارم. ایشون همچنین اعلام کردند که 2 بار به دعوت دانشگاه صنعتی شریف برای کنفرانس علمی به ایران اومدن و با توجه به درجه علمی که داشتن بورسیه تحصیلی دریافت کردند. اما دادسرای انقلاب تهران برای این نخبه ایرانی به اتهام 1 همکاری با دولت متخاصم آمریکا، سازمان سیا و 2 تحصیل مال نامشروع به میزان 4000 یورو قرار مجرمیت صادر میکنه و از دادگاه درخواست اشد مجازات رو میکنه. توجه داشته باشید که هر کسی در کشورهای اروپایی در دوره دکترا پذیرفته بشه به وی به صورت ماهانه حقوق هم پرداخت میشه که دستگاه‌های امنیتی متاسفانه این حقوق رو به عنوان تحصیل مان نامشروع در نظر گرفتن. با اینکه ریاست دانشگاه صنعتی شریف و رئیس دانشکده فیزیک نامه‌ای به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال میکنه و اعلام میکنه که امید از چهره‌های علمی است و دارای توانمندی بسیار بالای علمی است، درخواست کمک و مساعدت کرده بودند. اما رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب امید رو به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا مستند به ماده 508 قانون مجازات اسلامی به 10 سال حبس محکوم میکنه و در مورد مال نامشروع اظهار نظری هم نمیکنه. ماده 508 قانون مجازات اسلامی مقرر میداره هر کس یا گروهی با دولت خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشه به 1 تا 10 سال حبس محکوم میشه. وکلای امید در این رأی درخواست اعاده دادرسی میدن که شعبه 36 دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی رو میپذیره و مبادرت به صدور رأی میکنه. قضات این شعبه آقایان ابراهیم بهنام است و محمد سلیمانی صراحتا اعلام میکنند که بر اساس نظر اداره کل امور بین الملل وزارت امور خارجه در حال حاضر هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم و دشمنی نیست و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی
با کشورها نیست و دادگاه در تفسیر این اصطلاح دچار اشتباه شده. و ثانیاً امید در شرایطی نبوده که دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده محرمانه داشته باشه و اونها رو در اختیار دولت متخاصم قرار بده و بحث و تبادل نظر و بیان مطالب علمی مهم در کنفرانس‌های علمی و دریافت نشان یا پاداش یا تسهیلات برای موفقیت‌های علمی و تحصیلی جرم محسوب نمیشه. ثالثاً در مواردی که دلایل اثباتی جرم اظهارات شخص متهم باشه، با انکار وی نیز دلایل منتفی میشه مگر اینکه مدارک و مستندات برخلاف انکار او در پرونده وجود داشته باشه که در پرونده امید همچین چیزی مشاهده نشد. ملاحظه میفرمایید که این رأی که در نهایت بیگناهی یک نخبه ایرانی رو به اثبات میرسونه توسط دیوان عالی کشور صادر میشه و رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب رو نقض میکنه و با این وجود در حال حاضر امید کوکبی میبایست آزاد بشه. در ماده مورد استناد دو نکته مهم و اساسی وجود داره. یکی این که هر کس یا گروهی با دولت خارجی متخاصم همکاری کنه با توجه به نظر وزارت امور خارجه و نیز این رأی دیوان عالی کشور و چندین رأی دیگری که تاکنون صادر شده مثل رأی محکومیت رکسانا صابری، هیچ دولتی متخاصم نیست و اختلاف نظرهای سیاسی نمیتونن مصداق متخاصم بودن باشن، به غیر از اسرائیل که ایران از زمان انقلاب سال 1357 با اسرائیل دشمنی و مشکلات عمده سیاسی داشت و دیگر اینکه علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید. بنابراین ماده قانونی حتی اگر فردی یا گروهی با دولت اسرائیل همکاری داشته باشه اما این همکاری علیه ایران نباشه، مصداق این ماده محسوب نمیشه. در نهایت متاسفم از اینکه مامورین امنیتی جوانان ایران زمین رو اینگونه مورد آزار و اذیت قرار میدن و برایشون پرونده‌های امنیتی تشکیل میدن. تا کنون صدها و بلکه هزاران نفر از نخبه‌های ایران زمین اینگونه قربانی شدند. افرادی مانند امید کوکبی از جمله کسانی هستند که هر دانشگاهی، سازمانی یا دولتی حاضر برای وی سرمایه گذاری های کلانی بکنه. امیدوارم که این نخبه ایرانی بتونه به جامعه علمی و تحقیقاتی برگرده و همچنان که پیشتر مفید بوده مفید واقع بشه و جمهوری اسلامی نیز خسارت هایی که به ایشان وارد کرده رو جبران بکنه و دست از آزار و اذیت جوانان ایران زمین برداره.